At times the ground بعضی وقت‌ها زمین همینطور می‌لرزد. هزاران لرزه خفیف یکی بعد از دیگری. صدها مورد از آنها آنقدر قوی هستند که بشود حس کرد. اداره هواشناسی ایسلند تک تک این لرزه ها را ثبت می‌کند. از نیمه شب تا حالا 1200 نمیل لرزه داشتیم. در حالی که در شرایط عادی در یک هفته 100 تا 200 لرزه اتفاق می‌افتد. این لرزه ها خیلی ها را از خواب بیدار کرد. چند تاشون شدید بودن. خب این خیلی غیر عادیه. فکر نمی کنم کسی چنین چیزی رو به یاد داشته باشه. این تعداد از زمین لرزه نشانه این است که گودازه ها به سمت سطح زمین در حرکتند و آماده فوران. Everybody's feeling a little bit like they've been out to sea really. همه حس میکنن که روی امواج دریان. این خیلی نگران کننده است. به خصوص برای اونایی که در ناحیه‌های فعال زندگی میکنند. داریم به سمت منطقه آتشفشانی در شبه جزیره ریکنس میرویم. فوران آتشفشانی در ایسلند عادی، اما در صدها سال اخیر هیچ موردی اینقدر نزدیک به پایتخت نبود و این سبب نگرانی مردم شده. You can see the ground out in front of us is covered. سطح زمین رو که می‌بینی آثار گدازه‌های قدیمیه که بیش از 1000 سال اینجاست. یکی از زمین‌شناسان ایسلند ما را نزدیک‌تر می‌برد. The activity is on the other side of this ridge, so we're in a safe spot here. فعالیت آتش‌فشانی در اون طرف کوه و اینجا امنه. حالا مواد مذاب در عمق 1 کیلومتری ان که خیلی کمه. میشه انتظار داشت که راه خودشون رو به سطح زمین پیدا کنن، اما مثل سال 2010 نیست که شاهد فوران خاکستر و انفجار کوه آتش‌فشان باشیم. قضیه اینجا در ریکنس متفاوته. The ancient lava has been joined by new cracks. شکاف‌های جدید در گدازه‌های سرد شده قدیمی دهان باز کردند. چقدر پیش از فوران خبردار میشین؟ We don't know. نمی‌دونیم. امیدواریم که زودتر خبردار بشیم، اما ممکنه که فقط یک اخطار کوتاه باشه. An eruption is coming. فورانی در راه است، اما کی؟ کسی نمی‌داند. مردم این شبه جزیره آرزو می‌کنند شب‌ها زمین لرزانشان آرام بگیرد. جی مکنزی، BBC News.